عرش و کرسی و ما نمیفهمیم یعنی چه؟ هیچ کدوم نمیفهمیم. بزرگتر از من و تو هم عرش و کرسی رو نمیفهمیم. تو روایات درباره عرش و کرسی بحث شده، اما بازم آدم روایاتی که میخونه نمیتونه بفهمه عرش خدا یعنی چه. فقط آدم میفهمه که خیلی عظمت دارد. با این عقلی که ما داریم نمیتونیم بسنجیم. خزانه من خدا از عرشم بزرگتره، از کرسی معظمتره، از هفت آسمان رفیع‌تره. الله اکبر. داوود گفت خدایا این خزانه کجا هست؟ ها کجاست؟ آخه یه وقت یکی ادعا میکنه، ها یه وقت نه، یکی حقیقتشو میگه. بودن دوتا چاخان بودن و هم رسیدن و یکی گفت من آقا جونم یه طویله داره تمام گوسفندا دنیا رو توش جمع میکنه. او گفت آقا جون منم یه چوب داره هر وقت ابر میاد جلو خورشید کنار میزنه. گفت اه این چوب رو کجا میزنه؟ گفت تو طویله آقا جونی تو. یه وقت ادعاست، یه وقت نه حقیقت است. خدا که ادعا نمیکنه که، چون کسایی که ادعا میکنن کمبود دارن، کسایی که ادعا میکنن و خودنمایی میکنن یه چیزشون میشه. خدا که کمبود نداره که، ولی ذا هر چی میگه حساب و کتاب دارد. ندا رسید ای داوود، میدونی خزانه من کیه و کجاست؟ آدرس بدم بری؟ گفت آدرس کجاست؟ ندا رسید خزانه من خدا قلب مؤمن است، یعنی وجود تو. خودتو کوچیک ندون. حضرت علی سلام الله علیه فرمود اتزعم انک شیء صغیر، تو فکر میکنی کوچیکی؟ ولکن انک انت والعالم، تو یک جهانی برای خودت. اون جوانی که متاسفانه خودشو کوچیک میگیره، بزرگترین درد بعضی جوانا اینه که خودشونو خیلی کوچیک دونستن، به عظمت خودشون هنو نرسیدن. مولا میگه نگید جوان، بگید جهان. الان میدونید این همه جوان که نشسته اینجا با عینک علی اگه بخوای نگاه کنی یعنی چی؟ مولا میگه یک جوان یعنی یک جهان. اگر یک جوانی رو میبینید که تو پس کوچه های شهر داره را میره، یعنی یک جهان داره تو کوچه های جهان قدم بر میدارد. عظمت تو اینه، خودتو بشناس. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی تو میتونی قیامت کنی. حدود 5 سال پیش در کتاب همون کلیدهای طلایی موفقیت آقای دکتر حسین پوراقاسی نوشته که بزرگترین قهرمان تنیس، یا به قول عرف تنیس روی میز، در دنیا یک جوان 24-5 ساله ای بود که دستاش کج بود، یعنی مشکلی داشت از بچگی، دستاش خیلی ضعیف بود، پاهاش هم چنبری مانند بود، کج بود. این آرزو داشت برسد به قهرمانی. 8 سال اومد راکت که دست میگرفت نمیتونست راکت رو درست دست بگیره به خاطر اون ضعفی که داشت، همه به ریختش میخندیدن برو. اما خنده ها و تمسخرات و مسخره بازی ها رو به خودش خرید. یه عیبی که بعضی جوان ها دارن اینه، تا توی مسیر قرار میگیرن با اولین متلک در میرن، با اولین پوزخند عقب عقب میرن، با اولین چش ذره میترسن. نترس، نترس از هیچ چیز، فقط به هدفت نگاه کن، به مشکلات پایین پات نگاه نکن. از عقاب یاد بگیر، از غرقی یاد بگیر. چطور غرقی پرنده کوچولوی قشنگ رو آسمان که پرواز میکنه گاهی وقتا پایین پاشو نگاه میکنه، اما وقتی هم که نگاه میکنه برای شکار نگاه میکنه. تو هم عقاب باش، خرگوش شیطون تمسخراتت رو با پرواز عقابی شکار کن، نابودش کن.
چرا در جا میزنی؟ چرا میترسی؟ چرا زود ناامید میشی؟ چرا خودتو زود به بن‌بست رسیده میدونی؟ هی خندیدن به ریشش، هی مسخرش کردن، هی گفتن بله شما الحمدلله هم تیپشو داری، هم قدرت بازو داری، هم خیلی توان جسمی داری، یقینا دو ما دیگه اسمت در دنیا و به عنوان قهرمان معرفی خواهد شد. هی قاه قاه خندیدن هم سن و سالاش. او هم فقط تمرین کرد تا در کشور سان فرانسیسکو در اون شهر بزرگ قرار شد که در این شهر بیان مسابقه تنیس روی میز بدن. دیدن همین آقا هم اومد، همه خندیدن، اه بای بچه بازیه تنیس روی میز، مسخره بازیه، همه خندیدن. اول که تماشات یا کف بزنن همه خندیدن، مثل استرالیایی ها که وقتی بچه های تیم ملی وارد شدن همه هو کردن. من مکه بودم آقا، فیلم مستقیمش رو نشون داد، خیلی چیزا رو ایران نشون نداد چون ظرفیتش رو ایرانیا نداشتن. ما هم که اونجا میدیدیم اعصابمون خورد میشد. تور رو پاره کردن، یه جوون دیوونه اومد یه تیکه شیشه بزرگ رو پرت کرد جلوی با عابدزاده، برای که این تیکه شیشه ها بشکنه نتونه جرأت پیدا بکنه شیرجه بزنه. وقتی سرود ملی میخوندن همه هو میگردن، همه از خلوات زده میبودن. یه مش آدمای بی تربیت استرالیایی بعدم هی گفتن آه خدا دون کو. اونا که معتقده به خدای ما نیستن که، خدا هم گفت دنبالی من میگردی، منم خدا داد عزیزی رو میدازم جلو. منکر خدا شدن، خدا آمد خدا داد عزیزی رو به عنوان شاه گل معرفی کرد. این بچه مشهدی زبر زرنگ متدین، خدا به حق امام رضا همشون رو حفظ کن. البته خیلی دعا کردن ها، من خندم گرفت دم قبرستان بقیه پیرزنه اومده بود، عجیب بود و احساسات نه خیلی توهین کردن، همین باعث شد که بچه ها نیرو بگیرن. یه پیرزنه اومد سر قبر ام البنین، گفت آی ام البنین به پسرت بگو بچه های ما رفتن استرالیا، خدا شاهده به پسرت بگو دست نداری پاچه داری دوتا شوت بزن توش. میگم خدا شاهده اینقدر من خندم گیره، گفتم خانم خیر ببینید دیگه تکلیف برای ابوالفضل. خب چرا بچه ها همه انگیزه براشون ایجاد شد بازی بکنن و ببرن؟ به خاطر اینکه با شکست مواجه شدن، همه خندیدن، همه هورا کشیدن، همه هو کردن، همه انگشت نشون دادن، همه مسخره کردن، اما این خودشو نباخت، خودشو نباخت. اومد آقا وایساد پشت میز، یکی پس از دیگری همه رو ازشون برد و به عنوان قهرمان دنیا در تنیس روی میز معرفی شد. همه بهتشون زد. به هدف نگاه کن، مشکلات جلوپاتو باید یکی یکی حل کنی بری کنار. تو هر شغلی مشکلات داره، تو هر شغل، تو کار ما آخوندی هم خدا میدونه ما وقتی می‌خواستیم طلبه بشیم هم شاگردیامون اومدن هی مسخره باز در میآوردن تو مسیر حضرت آیت الله سلام علیکم مسخلتون، هی مسخره باز در میآوردن. ما هم از اونا خلاصه پرروتر. حتی یکیشون یادم تو مدرسه بودیم، مدیر مدرسه از دور ما رو نگاه می‌کرد، ما حواسمون نبود که بچه اومد گفت که حضرت آقا اجازه بدین دست دونا ببوسیم. گفتم بفرما. یعنی اون مسخره بازی می‌کرد، ما صف گرفتیم، اتفاقا دست خودشو بوسید. گفتم قرار شد دست آقا رو ببوسی نه دست خره آقا را. مدیر اومد جلو گفت یه نمره 22 بهت بدم تو به درد آخوندی میخوری. از اون جوابا بود. حالا من بیام بگم آقا مسخرم میکنن، میگن آخوند شده، امول شده، تو هر شغلی بری مسخره بازی هست. تو هر شغل، معلم بشی، دکتر بشی، مهندس بشی، اینا مسخره خودشو داره. دانشجوی پزشکی میشی، پسرعموت، پسرخالت، سلام آقای دکتر، حالا شما کدوم دانشگاه درس میدید؟ حالا اعصابت خرد بشه، اعصابت خرد نشه، یک روحیه باز، یک لبخند رو لبا، نشاط عالی.